بینندگان عزیز سلام عرض می کنم خدمت همگی شما خدا رو شکر می کنم برای فرصت جدیدی که داده شده تا درباره شبانی موفقیت ها می صحبت کنیم اشخاصی که دنبال کردن می دونن ما 21 جلسه درباره این موضوع مهم صحبت کردیم و امروز 22 دومین جلسه ماست و ادامه درس روش های مؤثر شبانی هست در رابطه با اصلاح یک عضو خطاکار ما برای اینکه حضور زن داشته باشید در مورد چند روش صحبت کردیم و بر بررسی هم کردیم که من فقط میخوام عناوین آن را خدمت شما بگویم که اگه میخواییم نحوه صحیح و مؤثر توبیخ و اصلاح شبانی را دنبال کنیم ابتدا باید شبان به تنهایی شخص خطاکار را توبیخ کنه سپس باید با روح توازو و حلم به اون نزدیک بشه اینها رو البته ما بررسی کردیم سوم با کمال صبر و تحمل به موضوع خلاف و خلافکار نزدیک بشه چهارم چون پدری دلسوز به شخص خطاکار نزدیک بشه پنجم با روح دعا با شخص خطاکار ارتباط برقرار کنه و ششم با هدایت خداوند خطاکار را اصلاح کنه و اما در مورد موضوع هفتم نیز دفعه قبل صحبتی شد در مورد حکمت الهی که ما با حکمت الهی در رفع مشکل اقدام کنیم و چون وقت به کمال رسید ما تصمیم گرفتیم که این موضوع حکمت رو که این موضوع خیلی وسیع هست الان با هم بشکافیم که اصولا بفهمیم اصلاح و درست کردن یک نفر با حکمت الهی چگونه انجام میشه یعنی در عمل یعنی چی وقتی میگیم ما حکیمانه یک نفر رو اصلاح کنیم ما میدونیم بسیاری از خرابکاری ها بسیاری از اشتباهات و سوء تفاهمات و همینطور بسیاری از لغزش ها به علت عدم وجود حکمته واقعا اگه یک نفر شخص عاقلی باشه و حکیمی باشه و بخواد با حکمت و عقل به خطا خطاکار نزدیک بشه و او را اصلاح کنه قطعا نتایج خیلی بهتری خواهد گرفت تا اون نتایجی که اغلب ما شاهد آن هستیم بنابراین ما میخواهیم روش های حکیمانه صحیح را برای اصلاح عضو خطاکار را برشماریم کم این را میشکافیم با هم وقتی میگیم با حکمت اصلاح کنیم اولین مفهوم اصلاح با حکمت اینه که گاهی باید از تشویق و تعریف از نکات مثبت شخص خطاکار شروع کنیم و سپس به تذکرات و اصلاحات او برسیم مثلا پس از ذکر محاسن او به او بگید اگه شما این یکی دوتا عیب را هم نمی داشتید چقدر نور شما درخشانتر می شد چقدر وجهه شما بالاتر میرفت طوری نگید که او ناامید بشه اول به او بگید بله ما شما رو میشناسیم شما این محسنات رو دارید و انصافا هم آنچه را که داره بگید نه اینکه آنچه را که نداره بگید یعنی بیخودی خودی هندوانه زیر بغلش نذارید تشویقش کنید ولی تشویق درست بکنید ولی بعد از تشویق به او بگید که اما چقدر خوب میشد اگه در مورد این یک یا دو تا ضعف خودتون میتونستید تجرید نظر بکنید چون همین یکی دو مورد باعث میشه که بقیه محسنات و چیزهای خوبی که شما دارید زیر سوال بره موجزه ای که در کلام تشویق آمیز وجود داره هیچ چیز دیگه قادر به انجام آن نیست شخص خاطی از تشویق شما متوجه میشه که شما با او دشمنی ندارید غرض و کینه شخصی ندارید چون چیزهای خوب او را هم میبینید پس قصد شما کوبیدن او و محکوم کردن او نیست و به وسیله تشویق راه را باز میکنید برای اینکه او پذیرش داشته باشه برای حقایق منفی هم که در زندگی او وجود داره یا به عبارت دیگه به او روحیه میدید که نقاط ضعف خود را بپذیره و اونها را تبدیل به نقاط قوت بگردونه دومین روش اصلاح حکیمانه اینه که مطلب مورد اصلاح را با در میان گذاشتن سوال یا سوالاتی مناسب که فکر شخص را به کار میاندازه مطرح کنید همینطور رک و پوست کنده به او و خیلی سریع حمله نکنید برای مثال به او بگید آیا فکر نمی کنیم؟ اگه این مشکل در زندگی شما حل بشه این نتیجه خوب را خواهد داد نظر شما برای رفع این مشکل چیست تاثیر خوب این نوع سوالات حکیمانه اینه که به اصلاح کننده کمک میکنید تا ذهن او نسبت به خود مشکل و راه حل این مشکل باز بشه پس این روش سوالات که یک روش کتاب مقدسیه و عیسی مسیح هم از این روش خیلی استفاده می کرد در مشورت ها و مشارکت های خودتون لطفا به کار ببرید طریق سوم روش اصلاح حکیمانه اینه که خود اصلاح کننده به ضعف و که اشتباهی که قبلا داشته اشاره بکنه تا شخص خاطی جرأت پیدا کنه که برای پذیرش گناش آماده بشه شما وقتی که در صحبتاتون میگید که من خودمم این مشکل رو داشتم یا مشکل مشابه رو داشتم یا حتی بدتر از این رو داشتم و اشاره میکنید به بعضی از وقایع و تجربیات تلخی که شما ازش عبور کردید شخص خطاکار خودش رو تنها نمیبینه ناامید نمیشه اینطور فکر نمیکنه که تنها مجرم این دادگاه خودش هست وقتی شما روش هایی را که به کار بردید برای غلبه بر این مشکل براش پیام می کنید و راههایی که دیگران برای کمک به شما به کار بردن و بالاخره در نهایت چگونه خدا شما را از این بحرانی که داشتید عبور داد و کمکتون کرد به او رویه می بخشید که اون نیز بتونه بپذیره که برای بمبستا و بحرانهای زندگی او هم امیدی هست یا حتی میتونید در مورد افرادی که بدون اینکه اسمشون رو بیارید صحبت کنید که چطور ضعف ها و شکست های مختلفی داشتن ولی خداوند اونها را از این مشکلات بیرون آورد پیروزی ها به آنها بخشید و همینطور کمک کرد آنها را تا اونها غالب بشن وقتی که این صحبت ها را اون شخص خطاکار میشنوه او هم میتونه بپذیره برای او هم امیدی هست چهارمین روش اصلاح حکیمانه روش غیر مستقیمه یعنی شما گاهی به صورت غیر مستقیم مطلب رو به اون میگید و اگه احیانا موضوع روشن نشد اون موقع خیلی مستقیم و روشن بهش میگید این مصداق ضرب المثل فارسیه که معمولا میگن به در میگن که دیوار گوش بده بعضی از افراد وقتی خیلی رک و پوسکنده باشون صحبت میکنید خیلی ناراحت میشن و اصلا ظرفیت و آمادگی شنیدن چیزهای سری و رک را ندارن معمولا این افراد افراد حساسی هن دارای احساسات لطیف و شکننده که زود میرنجن زمینه افسردگی در آنها بسیار قویه و شخصیت محکمی ندارن زود شکسته میشن زود خورد میشن و یا از خودشون خیلی ناامید میشن و افرادی که رک صحبت کردن را نمیپسندن به علت اینه که اونو یک نوع بی احترامی به شخصیت خودشون میدونن و مایل نیستن که بین خودشون و شبان پرده احترام کنار کشیده بشه پس با این گونه افراد نمیشه خیلی سریع و روشن صحبت کرد باید به سبک محترمانه مانند شخصیت خودشون رفتار کرد باید به طور کلی در مورد یک ضبط یا اشتباه صحبت کرد اونا دستگاه گیرندهشون معمولا قویه و درک و فهم باهوشی دارن و فورا متوجه میشن که شما به چه موضوعی میخواید اشاره کنید ولی اگه متوجه نشدن احیانا و بعد دیدید بعد از این صحبتتون دوباره تغییرات ایجاد نشد خب اون موقع میتونید کمی روشنتر حقایق را رو بگید ولی نیازی نیست که از همون ابتدا شما شمشیر رو از رو بکشید کم کم آرام آرام نزدیک بشید به موضوع یک سری از افراد هم هستن که تا رک و کنده و روشن و سریع مطلب رو بهشون نگید اینها نمیگیرن نمیفهمن برای اون افرادم که شخصیت این شکلی دارن در ضمن حفظ احترام و رعایت ادب باید مشکل را خیلی شفاف و مستقیم با اونها مطرح کنید پنجمین روش حکیمانه اصلاح عضو خطاکار اینه که شما در مورد موضوعی که میخواهید او را اصلاح کنید و از اون مشکل بیارید بیرون باید آگاهی و درک کامل داشته باشید یعنی مطالبی رو که میخواهید با او در میان بگذارید باید با دلایل و برهان کافی مطرح کنید شبان باید مراقب باشه که در این گونه موارد اولا بر اساس شایعات یا تاثیراتی که دیگران بر او داشتن اقدام عجولانه و نسنجیده ای را صورت نده چون گاهی وقتا اشخاص میان ما رو شیر میکنن میندازن به جون دیگران و ما رو تحت تاثیر قرار میدن به این شبانان معمولا میگن شبانان دهنبین یعنی اینا گوششون همش دنبال اینه که فلانی چی گفت فلانی چی گفت و هر کم هر چی گفت فوری باور میکنن و تحت تاثیر قرار میگیرن و اقدام میکنن بعد از اقدام و بعد از توبیخ و دعوا و نمیدونم دردسر تازه میفهمن که آنچه که شنیدن اشتباه بوده و خب این برای شخصیت شبان خوب نیست شبان پخته و بالغ این کارو نمیکنه این برای کسانیه که ناپخته هستن نابالغ هستن یا تجربه کافی ندارن و کارهای خامگونه و عجولانه انجام میدن شما اگه میخواهید یکی رو کمک کنید باید اطلاعات کافی داشته باشید در مورد مشکلی که میخواید بهش نزدیک بشید همینطور بر هیجانات خودتون غالب بشید مخصوصا عصبانیت ناراحتیایی که میخواد بر شما حاکم بشه چون غالبا اقدام با عصبانیت شما را از مسیر اصلی دور میکنه و باعث میشه که شما در قضاوتاتون عجله به خرج بدید میدونید از مذرات عصبانیت اینه که خون به اندازه کافی از نقطه نظر پزشکی به مغز ما نمیرسه و ما همه جوانب موضوع رو نمیبینیم یعنی وقتی یک نفر عصبانیه فقط مغزش توی مسیر کار میکنه و اون مسیر واحدیه که بر سر اون موضوع عصبانی شده و از طرف دیگه در موقع عصبانیت ما تشخیص شخص دیگر را قبول نداریم جز آنچه که خودمون میگیم و به علاوه حتی ممکنه در موقع عصبانیت ما خارج از کنترل خودمون کارهایی بکنیم و سخنانی را به زبان بیاریم که در شرایط طبیعی اونو انجام نمیدیم و در نتیجه نمونه خوبی از یک خادم خدا نشیم پس بهتره که در موقع عصبانیت شدید شما با این شخص روبرو نشید حتی بهش تلفن هم نکنید ایمیل هم نفرستید بذارید یه کمی از عصبانیتتون بگذره یه مقدار خودتون با اعصاب خودتون کنار بیایید به قول معروف یا به خورد سرد خونکی بخورید یه کم فکر کنید بذارید یه 24 ساعت 48 ساعت بگذره بخوابید یه مقدار دعا کنید و فکرتون رو به کار بندازید و بعد اقدام کنید میگن در ارتش و سپاه آلمان اگه یک نفر از مافوق خودش بخواد شکایت کنه اگه از موقع شروع اعتراضش 48 ساعت نگذشته باشه نه تنها اقدامی صورت نمیدن بلکه خود اون شخص رو مجرم میدونن میگن شما باید 48 ساعت میگذشت بر اعصابت غالب میشدی بعد میومدی شکایت تو مطرح میکردی اون موقع راحتتر میتونستیم بپذیریم چون اعصابت کمی آروم تر بود اکثر قضاوت هایی که ما میکنیم به علت عصبانیت و ناراحتی که داریم و معمولا موقع عصبانیت و ناراحتی ما موضوع رو خیلی گنده نشون میدیم یه کلاق چل کلاق می میکنیم و واقعا از پر کای کوهی میسازیم پس باید واقعا در این قسمت ها خیلی مواظب باشیم من یاد یک شبانی میافتم که میخواست یه خانومی رو که لباس خیلی زننده و کوتاهی پوشیده بود که و کلیسا می اومد میخواست او را اصلاح کنه در حالی که آرایش خیلی غلیزی هم کرده بود این شبان مثلا اینطور خواست او را اصلاح کنه خیلی عصبانی شده بود و با انگشتش کمی از رنگهای صورت او را میماله و میگه خانم این چیه تو خجالت نمیکشی و بعد یک مطلک خیلی دردناکی بهش میگه میگه که اگه پارچه کافی نداری که دامن بلندتری بپوشی و پول زیادی نداری که بخری ما حاضریم در کلیسا هدیه جمع کنیم برات تا تو پارچه بیشتری بخری و یک کمی بیشتر خودتو بپوشونی که با این وزن نیای کلیسا خب این عصبانیت و این روش و این گونه متلک گزنده دردناک نه تنها نتونست اون عضو را کمک کنه بلکه اون عضو دشمن این شبان شد و در همه جا رب و با آب و تاب شدید و با غزت شدید بر ضد او سخن گفت و حتی چیزایی هم که او نکرده بود یا چند تا هم گذاشت روش اضافه کرد شبان میتونه خیلی با احترام در حالی که حقیقت را میگه ولی و در حالی که بر خودش مسلط کنترل بر اعصابش داره بتونه اصلاح را به شکل موثر انجام بده ممکنه باز نپذیره اون شخص ولی لاقل خودش درست عمل کرده و اون رفته. البته همه ما شبانان گرفتار این مشکل عصبانیت میشیم ولی امیدوار هستم وقتی شما میشنوید بندم که دارم میگم این کمک کنه که ما بتونیم به مقدار زیاد غالب بشیم راه صحیح اینه که قبل از اینکه با عضو خاطی رو به رو بشید اطلاعات صحیح و مطمئن را از منابع موثق در مورد موضوع مربوطه به دست بیارید و با دست پر و حفظ آرامش و تسلط بر نفس خود با عضو خلافکار ملاقات بکنید ششمین روش برخورد حکیمانه ایجاب میکنه که اصلاح کننده رو شما مطابق ظرفیت شخصی خودش که داره مطالب رو بهش یادآوری بکنید ببینید هر ظرفی را گنجایش و اندازه خاص خودش هست شما نمیتونید تمام آب تنگ رو بریدید در یک لیوان چون جا نمیشه نمیتونید آب یک سطر را در یک تنگ آب جا بدید هر به اندازه خودش ظرفیت داره برای پذیرش بنابراین ظرفیت و توانایی و پذیرش افراد با هم فرق میکنه همه مثل هم نیستن همه رو نمیشه با یک چوب زد در انجیل مرقس باب چهار آیه 33 عیسی مسیح میگه به مسئله هایی که استطاعت شنیدن رو مردم داشتن با اونا صحبت کرد یعنی تا اونجایی که توانایی داشتن بشنون مسیح حتی با مثال هم که صحبت میکرد جوری صحبت کرد که مردم بتونن خسته نشن یعنی جذب کنن بالاتر از ظرفیتشون چیزی به اونا نگفت این خیلی مهمه ما گاهی وقتا به زور میخواییم چیزی رو بچپونیم در حالی که این دستگاه گیرندش بسته شده مغزش دیگه از کار افتاده و دیگه پذیرش بیشتر از اینو نداره آمادگی این رو نداره که بتونه بیشتر از اونو بپذیره یک جای دیگه باز ایسای مسیح در یوحنا 16 به شاگردانش گفت من بسیار چیزای دیگه دارم که به شما بگم لیکن شما الان طاقت تحمل اونو ندارید ببینید یعنی ظرفیت پذیرش رو ندارید ولی البته به اونها امید داد که وقتی رول قدس بیاد بر شما و شما پر از رول قدس بشید ظرفیتتون و گنجایش پذیرشتون بیشتر خواهد شد پس اگه شما میخواهید اطلاعات صحیح را داشته باشید و اصلاحات را مطابق ظرفیت اون شخص انجام بدید راهش اینه که مطالعه و شناخت کافی از اون شخصی که میخواهید باش ملاقات کنید داشته باشید بدونید اون چه نوع شخصیتیه و لازم نیست همه اشتباهات یک شخص خطاکار را یک جا و یک زمان به او بگید بعضی یک تومار بزرگ در دستشون دارن لیست تمام گناهان اون شخص رو نوشتن و هر چی که از بچگیش کرده تا اون موقع به رخ او میکشن و یا تمام سالهای گذشته رو همه پروندهایی که داشته پروندهای سیاش رو میارن جلوی چشمش و کاملا از همه جهات میخوان او را محکوم کنن و آس برنده رو بگیرن دستشون این روش سعی شبانی نیست شما در اون جلسه یک یا دو تا مشکل بزرگ را که مشکل ریشه ای باش مطرح کنید اگه مشکلات دیگه هم داره بقیه رو بذارید برای مراحل بعدی چون ممکنه اون نتونه جذب کنه همه اینا را و حتی کارش به خودکشی بکشه یا روانی بشه یا اینقدر از زندگیش ناامید بشه که دیگه فکر کنه برای او راه امیدی نیست یه ذره ایمانی هم که داشته باشه اون را از دست بده بنابراین در ضمن که او را اسلام می کنید مواظب باشید که بار سنگینتر از ظرفیتش را بر دوش او نذارید مگه خدا با ما اینجوری عمل میکنه در مزمور 103 آیه 3 حضرت داوود میگه خدا تو با ما موافق گناهان ما عمل نکردی به ما به حسب خطایای ما جزا ندادی اگر گناهان ما رو میخواستی به یاد ما بیاری کیست که بتونه در حضور تو بیسته پس مراقب باشیم که برای اصلاح اینطور افراد با ظرفیت و جذبی که اونا میتونن اصلاح بشن بهشون نزدیک بشیم و عجله نکنیم مخصوصا یه موضوعی که خیلی مهمه در اصلاح با حکمت اینه که وقتی میگیم ظرفیت او رو در نظر بگیریم یعنی برای اصلاح اون شخص عجله نکنیم تحمل داشته باشیم فرصت های دیگه ای بش بدیم به تدریج روش کار کنیم منتظر نباشیم تو همون جلسه اول معجزه کامل رخ بده آروم آروم جلو بریم و یواش یواش او رو کمک کنیم تا مرحله گام به گام اصلاح او صورت بگیره و این ممکنه زمان حتی طولانی باشه یعنی احتیاج به زمان طولانی باشه که این شخص اصلاحات واقعی را به دست بیاره ولی شما این زمان طولانی را داشته باشید مشاورینی که خیلی با عجله و دست پاچگی میخوان کاری را صورت بدن و حال حوصله انجام این کار رو ندارن نه تنها مفید واقع نمیشن بلکه خرابکاری هم میکنند در هفتمین روش اصلاح حکمت باید گفت که حکمت الهی ایجاب میکنه که راههای ساده و روشن و عملی پیش پای خطاکار برای رفع معایبش قرار بدید طبیعی است که نباید خطاکار رو شما سرگردان کنید و او بعد از ملاقات شما گیج بشه ندونه چی کار باید بکنه باید طریق مشخصی برای رفع مشکل او پیدا کنید و کلیدی به او بدید برای باز کردن در بسته گره کور او رو باید بکشایید ما کارمون درمانه و این خیلی مهمه که راه های ساده و روشن عملی که به ذهن ما میرسه و درسته جلوی پای شخص خطا کار بذاریم در هشتمین روش اصلاح حکیمانه با بررسی همه جوانب موضوع و همینطور دیدار شهود قابل اعتماد با تعمق و مشورت با مشایخ با تجربه به حل مشکل بپردازید دقت فرمودید من چند تا نکته اینجا عرض کردم همه رو یک جا چون مربوط بود به هم یعنی همه جوانب موضوع رو بررسی کنید نه فقط یکی دو جنبه رو همه جوانب رو بعد افرادی که شاهد این ماجرا بودن شخصیت های مختلف باشون مشورت کنید ببینید نظریات اونها که شهود بودن چیه مثلا شهود قابل اعتماد بعد با مشایخ و افراد بسیار معتمن که رازدار هستند و افراد حکیمی هستند مشورت کنید که همه جوانب موضوع رو با اونها هم بشکافید و سپس برای نتیجه نهایی و حل اختلافات با اون کسانی هم که اون مشکل داره با اون ملاقات بکنید شبان چنانچه از صحت موضوع مطمئن نیست حتما لازمه با افرادی که اطلاعات بیشتری دارن مشورت بکنه پولس رسول در اول قرنتیان باب 6 آیه پنج به کلیسای قرنتوس که بعضیا با هم مشکل داشتن و حتی دادگاه رفته بودن برای شکایت از همدیگه توبیخ میکنه اونها را و میگه آیا بین شما یک شخص دانا و حکیم پیدا نمیشه که مشکل را بین شما حل کنه و شما کارتون به دادگاه میکشه و شکایت از یک دیگر و آیا باید بی ایمانان مشکل شما را حل کنند اگه شبان و افرادی که شبان میخواد اونا رو به کار ببره افراد حکیمی باشن اینها میتونن این مشکل را خیلی راحتتر و سریعتر حل کنن روش نهم طریق اصلاح حکیمانه اینه که اصل رازداری را در رابطه با شخص اصلاح شونده حفظ کنید شما در حالی که تحقیق و بررسی میکنید از شهود مختلف میشنوید پرونده ها را به اصطلاح زیر و رو میکنید ممکنه با یک چیزای تلخ و ناگوار و سنگینی رو به رو بشید و اینجاست که واقعا بایستی شما قلبتون و فکرتون اینقدر وسیع و باز باشه که همه اونها رو بتونید اونجا جا بدید و با کس دیگه هم در میان نگذارید یعنی کسی که بهش مربوط نمیشه و شبان باید اسراری را که فقط به او گفتند در خودش نگه داره و حقایق مربوط به زندگی اون افراد را که پیش او اعترافاتی کردند و حتی پذیرفتن گناهانشون را پیش خودش نگه داره نیاز به باز کردن نیست اینطور وقتا تا اونجایی که میتونید کلی حرف بزنید بگید بله مشکل حل شد طرف مقابل با خدا مشکلش رو حل کرد فلانی با فلانی صلح کرد درست تمومش کنید دیگه حالا وارد جزئیات نشید این چی گفت اون چی گفت چرا اینطوری گفت دیگه نش کافید موضوع را اینها دیگه مسائل خصوصی زندگی افراد نیاز نیست دیگران با خبر بشن و شبانی که این کارو میکنه یعنی شبان واقعی نیست شبان با تجربه و کارازموده ای نیست و شبانی که اعتماد مردم رو از خودش سلب میکنه و بالاخره در دهمین ده ظهور حکمت مسیحی در قسمت شبان کلیسا اینه که شبان کلیسا اگه میخواد مردم رو حکیمانه اصلاح کنه باید بدونه این عبارت بسیار عبارت مهمیه انسان بتونه حرف صحیح را در وقت صحیح به طرز صحیح بیان کنه شبان حکیم حرف صحیح را در وقت صحیح به طرز صحیح خواهد گفت برای اینکه ما بدونیم چه نوع سخنی را بگوییم چه زمانی بگیم چگونه بگیم نیاز به حکمت داریم و برای همینه که یعقوب میگه که اگه کسی محتاج حکمت است خدا بخواد و خدا به او عطا خواهد کرد و حضرت سلیمان وقتی خدا به او این حق انتخاب را داد و به او گفت که انتخاب کن چی میخوایی بت بدم او میتونه ثروت مقام جاه طلبی قدرت پیروزی لشکریان زیاد همسران زیاد و و خیلی چیزهای دیگه بش بخواد که بهش بده ولی سلیمان گفت خداوند برای اداره این قوم بزرگ من برای اینکه بتونم بین بد و خوب تشخیص بدم بین ظلم و عدالت تشخیص بدم بتونم درست تصمیم بگیرم از تو حکمت میخوام و این درخواست سلیمان مورد پسند خدا واقع شد و خدا نه تنها به او حکمت بخشید بلکه به وسیله حکمت خیلی چیزهای دیگری هم که سلیمان بهش نیاز داشت بهش بخشید پس عزیزان خیلی مهمه که ما حرف صحیح را در وقت صحیح به طرز صحیح بیان کنیم و من میخوام در خاتمه این بخش صحبت ما یک داستانی را به یاد بیارم که یک مربوط به یک عروسی بود عروسی یک زوج کلیسایی که یک شبان کلیسا هم اونجا حاضر بود که این شبان بسیار خوبی بود ولی به علت غیرت زیادی که واسه خدا و بشارت داشت حکمتش کم بود برحال تو اون عروسی مهمانان غیر ایماندار هم حضور داشتن و خب یه مقدارم هم رقصیدند و آواز خوندند و و در حالی که داشتن کیک نوش جان میکردن این شبان خواست چند کلمه ای صحبت کنه و داماد اجازه داد و این شبان در حالی که برای بیمانان خیلی بار بزرگ قلبی داشت این گونه صحبتش رو شروع کرد گفت شما اینو خوب بدونید در حالی که الان دارید ایش و نوش میکنید با این لباس های قشنگی که واسه عروسی پوشیدید و این کک را نوش جان می کنید چنانچه توبه نکنید خدا یقه همه شما را خواهد گرفت و به تای جهنم خواهد انداخت و از غضب و داوری خدا و جهنم سخن گفت حالا در چه مناسبتی؟ مناسبت عروسی در چه شبی؟ شب جشن در چه شرایطی؟ شرایطی که همه شادی میکردند و میرختیدند و خوشحال بودن صحبت از تنبیه و تهدید و داوری شد اون جلسه متشنج شد و همه به هم ریختن و خیلی عصبانی شدن حتی بعضی از بیماران میخواستن اون شبان رو بزنن بالاخره جو جو خیلی بدی شد به علت اینکه شبان کلیسا چیزی رو گفته بود که موافق شرایط اون محیط نبود پس ما مراقب باشیم که بیحکمتی ما خیلی خرابکاری ها ممکنه ایجاد کنه خدا به همه ما حکمت و فهم عطا کنه تا بتونیم خدمت شبانی را به طرز درست انجام بدیم خیلی ممنون از توجهتون